جایزه صلح نوبل در گرد و غبار جنگ غزه. با درود گرم بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری و بازدید کنندگان سایت برابری، جایزه صلح نوبل امسال به خانم نرگس محمدی، چهره مبارزی از زنان ایرانی، زنی شجاع و دلاور که پیگیر حقوق زنان در جمهوری اسلامی است، تعلق گرفت. با تبریک گرم و صمیمانه به خانم محمدی بایستی بگویم با اندوه فراوان دریافت این جایزه همزمان بود با جنگ تبهکارانه در غزه، جنگی که از هر دو جانب قضیه تبهکارانه است، هم سبک و شیوه یورش فلسطینی های تحت رهبری حماس غیر انسانی و هم پاسخ خشن دولت صهیونیستی اسرائیل. اما در این میان آنچه که برای ما حائز اهمیت است، 20 سال پس از دریافت جایزه صلح نوبل توسط خانم شیرین عبادی به پاس فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق زنان و کودکان، این بار جایزه به چهره‌ای تعلق گرفته که در دو دهه گذشته و بیش از دو دهه گذشته چهره‌ای درخشان از مقاومت در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است. به این اعتبار یکی از شایسته ترین کسانی است که این جایزه به وی تعلق گرفت. اما برخورد بخشی از ما ایرانی ها و به طور اخص بخشی از چپ که میشه گفت چپ پوپولیست، نخست این که ادهی به خود اجازه می دهند که شخصیت کمیته نوبل صلح را زیر سوال ببرند به این بهانه که این جایزه یک جایزه سیاسی است. مگر جایزه صلح می تواند غیر سیاسی باشد؟ صلح آلترناتیوی است در برابر جنگ، و جنگ یک وجه بارز سیاست. از قدیم گفتن جنگ دنباله سیاست است و سیاست دنباله جنگ. در نتیجه نمیشه این کمیته را به این دلیل زیر سوال برد. شخصیت هایی که در این کمیته تصمیم میگیرند، این شخصیت ها را هم نمیتوان زیر سوال برد. نخست این که کسانی که امسال به خانم نرگس محمدی این جایزه را اعطا کردند، همون کسانی نیستند که 20 سال پیش از این جایزه را به خانم عبادی دادند یا 30 سال پیش از این مثلا به کیسینجر یا دیگری. اینکه کسانی این جایزه را دریافت داشتند که شایستگی دفاع از صلح را نداشتند یک مسئله است،
و سیاستی که بر اون کمیته حاکمه یک مسئله دیگر. ما ایرانی ها از قدیم عادت داشتیم که همه چیز رو یک رنگ ببینیم، از بالا کلاسه شده و تعمیل شده و تصمیم گرفته شده، اما هرگز چنین نیست. من به شخصه با دو نفر از کسانی که در کمیته جایزه ادبیات نوبل شرکت داشتن صحبت کردم، در فاصله چند سال پیش در نمایشگاه کتاب فرانکفورت. یکی از اینا میگفت که یک کمیته 18 نفره از چند کشور کتاب‌های دریافتی را بررسی می‌کنه و گزارش هر کس به کمیته میرسه و هیچ ارگانی بالاتر از کمیته نیست که در این قضیه مداخله کنه. اما کمیته هم میتونه به سهم خودش اشتباه هم بکنه. کما این کتاب ها بیش از 10 مورد جایزه شیمی اشتباه شده، جایزه فیزیک اشتباه شده، جایزه پزشکی را به کسی دادن که کشف اون را 30 سال پیش از اون پزشک دیگری انجام داده. اما این اشتباه ها هیچی از اهمیت این قضیه نمی کاهند که جوایز نوبل از اقتصاد تا صلح، از ادبیات تا فیزیک، شیمی و پزشکی تشویقی است برای تحقیق و پژوهش در خدمت انسان. جایزه صلح هم از این مقوله خارج نیست. اما وقتی جایزه صلح به یک نفر تعلق میگیره، به معنای این نیست که تنها همین یک نفر شایسته بوده، بلکه در میان افرادی که داوطلب میشن کمیته روی یک نفر انگشت میذاره و اتفاقا امسال رئیس کمیته صلح نروژ توضیح داد که چند نفر برای این امر کاندید شدند، از جمله شخص رئیس جمهور اوکراین که کشورش در حال جنگه. اما انصافا بایستی به این کمیته دروغ گفت، جایزه صلح را به کسی ندادن که خودش یک پای جنگه، زیرا ولادیمیر زلنسکی در تبلیغات انتخاباتش میگفت که من سرزمین های اشغالی را با جنگ پس میگیرم، یعنی با شعار جنگ وارد شده و طبیعی در برابر وی خانم نرگس محمدی که به شیوه مسالمت‌آمیز خواهان برابری حقوق زن و مرد در جامعه اسلامی و به طور مشخص در جمهوری اسلامی است. این جایزه همان گونه که رئیس کمیته گفت پس از یک اعتبار کشتن دختر جوان دیگری به نام آرمیتا گراوند، کمیته مصمم شد که این جایزه را به ایران بده. البته با اندوه فراوان آرمیتا گراوند تحت تبلیغات جنگ و شرایط نامناسب کمونی قربانی تجاوزی شد با کمترین واکنش. وی کمیته صلح به درستی به عنوان دومین ژینا نام نهاد.
و توسط یکی از زنانی که در واگن راهن زیرزمینی حضور داشتن به قتل رسیده. اما جمهوری اسلامی وی را از دسترس خارج کرد، خانواده وی را شاید فریب داد به این عنوان که وی مداوا خواهد شد، و پیش از اینی هم که از خانواده اجازه بدند وی را از اتاق CCU خارج کردند و مرگش را اعلام کردند. در این حال این جایزه بهانه ای شد هم برای تعرض به شخصیت خانم نسرین ستوده، تعرضی به خانم شیرین عبادی و دیگران. آنچه که در این میان مطرح است، به هیچ وجه نباید شخصیت یک فردی را زیر سوال برد با کمترین اطلاعاتی که از وی در اختیار هست. خب ایده طبیعی این جایزه را از آن خود میدونن، خب اونا حق دارن هر کاری بگن، در واقع عقده های شخصی را سر میزنن، در اون نمیشید کرد. اما به شکل منطقی برخورد با قضیه، خانم شیرین عبادی در اون برش زمانی یعنی 20 سال پیش کسی بود که از حقوق خانواده ترورهای زنجیری دفاع کرد، یا قتل‌های زنجیری، و از جمله وکالت خانواده فروهر رو بر عهده داشت. توجه داشته باشیم پس از ایشون که خارج شد و دیگه برنگشت، ناصر زرافشان به جرم دفاع از خانواده فروهر 5 سال در زندان موند و عبدالفتاح سلطانی اولین رئیس انتخابی کانون وکلا در جمهوری اسلامی و بنیانگذار کمیته حقوق دفاع از بشر ایران به همین جرم بدون هیچ اقدام مشخصی به 18 سال زندان و 18 سال تبعید محکوم شده. خانم نسرین ستوده هم به سهم خود به عنوان یک وکیل مدافع، اگرچه چند ماه پیش از این از زندان آزاد شد، اما سالهای سالی را در زندان به سر برد. این جایزه در عین حال پاداشی است به مبارزه زنان ایرانی. در جمهوری اسلامی اولین قربانی زنه، در اسلام اولین قربانی در اسلام زنه. چرا؟ جهان پس از دوران قرون وسطا یا سده های میانی وارد دور دیگری شده، دایر بر برابری زن و مرد. اگرچه این برابری زن و مرد هنوز آنگونه که شایسته زنان باشه تحقق نپذیرفته، اما در کشورهای اروپایی، حتی در کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آسیایی و کشورهای آفریقایی، زنان به بخشی از حقوق خود نائل شدن، از جمله کسب بالاترین مقام سیاسی کشور، بالاترین مقام قضایی کشور، بالاترین مقام انتظامی کشور، بالاترین مقام بازرگانی و وزارتی و اقتصادی.
خب به این اعتبار زنهای مسلمان از کشورهای غیر مسلمان، حتی از کشورهای مسیحی و بودایی عقب مانده ترن. در هندی که بودایی تسلط داره، در سریلانکایی که بودایی تسلط داره، زنان زودتر از همه به مقام ارشد نخست وزیری رسیدن و الگویی شد برای دو کشور همسایه پاکستان و بنگلادش که هر کدام به سهم خود زنان توانستند به مقام ارشد نخست وزیری یا ریاست جمهور در یک کشور نائل بشن. اما اون چی که به ایران برمیگرده، زنان ایران ویژگی های خاص خود را داشتند. در نظام کوچی ایران که هنوزم بقایایی هست، قشقایی ها، ترکمن ها، بلوچ ها، کرد ها، بختیاری ها، زن پا به پای مرد در همه امور دفاع میکنه، در همه امور تلاش میکنه، در کوچ شرکت داره، در برابر دوست ها و قافل زن ها پا به پای مردان مقاومت میکنه. در این حال زن ایرانی در طی 100 سال گذشته که راش به مدرسه و مکتب باز شده، نشون داده توانایی کافی و برتر از مردان را در زمینه های علمی، تکنیکی، فنی داره. ورزش هم به سهم خودش، رشته‌ای داره. جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته تلاش نموده زنان را خانه نشین کنه و جسارت زنانی که دوش به دوش پیشمرگ های کومله و پیجات جنگیده اند و می جنگند و پیش از اون زنان دلاوری که در سازمان های چریکی، جدای از سبک کار چریکی که دست کم امروز مورد پسند بسیاری نیست و از جان من، اما زن و دختر ایرانی شایستگی خود را برای رقابت با مردان و پا به پای مردان در نبرد نابرابر چریکی به نمایش گذاشته است. در حوزه هنر و ادب، در حوزه علم، در حوزه تحصیلات عالیه، در کسب هنر، از زمانی که قمر وزیری در بیش از 100 سال پیش با موی افشان در برابر مردان ظاهر شد و آواز خواند، تا به امروز زنان ایران در عرصه آوازخوانی نشان دادن که چیزی از مردان کم ندارن. اما شاهکار زنان و زن ایرانی در جمهوری اسلامی به ثبت رسیده. در این 3 دهه گذشته زنان با یک خواست مشخص برابر حقوقی زن و مرد، برابر حقوقی زن و مرد یعنی خط سرخی در نصوص اسلامی، خط سرخی بر این کلمات عجیب و غریبی که قرآن اسم داره و برای عده‌ای هنوز مقدسه، یعنی خط قرمز بر حاکمیت آخوندی و حاکمیت خلیفه‌گری. به این اعتبار زنان در صف مقدم قرار دارند و این دومین جایزه به زن ایرانی
به سمبول‌های زن ایرانی تأییدی است و تمجیدی است از مبارزه زنان و اون زنانی که در کمیته صلح نوبل نشستند و از اعطای این جایزه به زن ایرانی دفاع کردند. به هیچ وجه کسی حق نداره شخصیت اونها را در برابر سوال قرار بده. کاری که توانستن تمجید کنن، زیرا مبارزه زنان همبستگی بین المللی داره. زنان نه تنها مدافع حقوق خیش هستند، بلکه جهانی را به حرکت در می آورند. در جهانی که نصف انسانها از حقوق اولیه خود محروم باشند، نمیتونه جامعه آزاد باشه، جهانی آزاد باشه، جهانی دموکرات باشه، جهانی سوسیالیستی باشه. اون جامعه آزاده که زن و مرد هر دو آزاد باشن. شعار محوری زن زندگی آزادی را شاید خیلی کسا به درستی درک نکردم. این شعار یک شعار ناب پس از جامعه صنعتی است. زندگی یعنی چی؟ ابتدایی ترین تعریف از زندگی یعنی حق حیات، یعنی مخالفت با اعدام، یعنی تأمین فرد، یعنی امکان شکوفایی شخصیت هر فرد. معنی زندگی فراتر است چند واژه ایست که ما به کار ببریم. زندگی در یک جامعه برابر معنی داره. در یک جامعه نابرابر زندگی برای عده‌ای سگمری است. زندگی با کارتون خوابی، زندگی با گرسنه خوابیدن، زندگی با از بی درمان مردن منافات داره. اما فراتر از زندگی آزادی است. درک از آزادی به مراتب برجسته تر از اون تصوری است که از آزادی میشه کرد. اگر انسان در جامعه نیازمند این است که کار کنه، این یک ضرورته و اون بخش که برای این ضرورت اعمال میشه، این هنوز آزادی نیست. ممکن است آدم‌های آزادانه کاری را انتخاب کنند، اما کار یک امر اجبار و تحمیلی است، زیرا بدون کار نمیشه زندگی کرد. اما بعد از کار آزادی کجاست؟ آزادی اون جایی است که انتخاب با فرد است. یعنی آزادی توأم است با آزادی انتخاب، آزادی مشغولیت. هنگامی که بشر با ساعت معینی از کار تأمین میشه، آن وقت آزاده تا وقت خود را به آن چیزی اختصاص بده که اون دوست داره، اون میخواد. اینجاست که معنی زیبایی، معنی هنر
معنی علاقه، معنی اشتیاق به شکل دیگری شکوفایی خودش نشون میده. شعاری که زنان و دختران ایران زمین سر دادند و در بیش از یک سال گذشته تنین اون سر تا سر جهان را در بر گرفت، کمیته صلح نوبل هم از آن در امان نبود. این فریاد زنان و دخترانی که آماج گلوله های سرخ می شدند، فریاد دختران نوجوانی که هنوز به مرحله بلوغ نرسیدن آماج ساچه های سربی شدند، بینایی از دست دادند، سینه های زیبایشان آماج گلوله قرار گرفته. نمیتونست بدون واکنش بمانه و این واکنش تجلی یافت در اعطای این جایزه به خانم نرگس محمدی به عنوان یکی از سمبول‌های مبارزاتی زن ایرانی. اما با اندوه فراوان، این جایزه تحت شعاع جنگ خاورمیانه، جنگ تجاوزکارانه هر دو جناح ارتجاعی اسرائیل و فلسطین در حاله ای گم شد و آنگونه که شایسته بود در رسانه های جهان و در رسانه های اجتماعی باستا پیدا نکرد. با امید اینکه هممیهنان گرامی و به طور اخص طیف نیروهای مترقی این فرصت را در ده دسامبر که روز اعطای این جایزه است از دست ندند. و در همین جا باید اعلام کنم خانم نرگس محمدی بایستی بدون قید و شرط از زندان آزاد بشه. جمهوری اسلامی هیچ حقی برای زندانی کردن زنانی که خواهان حقوق مساوی شدن نداره. همه زندانیان سیاسی بایستی بی قید و شرط آزاد بشن و مقدم بر همه خانم نرگس محمدی که بتونه در روز ده دسامبر در پارلمان نروژ حضور به هم رسانه. بگمان جمهوری اسلامی نفسهای آخر را میکشه. با زندان، با شکنجه نمیتونه مانع حرکت تاریخ بشه. و اما از جمهوری اسلامی عقب مانده تر آنهایی هستند که پا به پای جمهوری اسلامی این جایزه را زیر سوال بردن. این جایزه را نمیتوان زیر سوال برد، زیرا چشم ما و گوش ما و خرد ما ناظر هست بر مبارزه زنان ایرانی و در مقام مقایسه شیوه مبارزه زنان ایرانی شایستگی دریافت این جایزه است. و با تبریک فراوان به همه زنان و در صدر آن به خانم نرگس محمدی، نسرین ستوده، شیرین عبادی و دیگران. اگرچه خانم عبادی به دلایلی شاید که برای ما پنهان باشه نتونسته از امکاناتی که
داشتن این امتیاز برای است استفاده کنه. اما دست کم نشان داد که مدافع دموکراسی و مدافع خلقهای تحت ستم ایران است و به این اعتبار نشان داد که با همه زیر و بم هایی که در طی سالها کشیده در امر دفاع از دموکراسی پایداری نشون میده، با امید آن که شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی و شکوفایی جامعه ایران و در صدر جامعه ایران شکوفایی زن ایرانی باشه.